بخش نسل امروز هست و خوشبختانه در این بخش ما مهمان عزیزی را در کنار خود داریم. سیما گلجان عباسی نقاش هستند، آمدند تا در رابطه با کارکردهایشان، فعالیتهایشان و نقاشیهای زیبایی را که آوردن، تابلوهای خیلی مقبول با ظرافت کار کردن صحبت داشته باشند. امیدوار هستم شما هم اگر خلاقیت داشته باشین بیاین در برنامه ما مهمان شوین، ما هم از شما میزبانی میکنیم. بیشتر صحبت ها را از سیما گل عزیز میشنویم در رابطه با نقاشیهایشان و فعالیتهای بیشترشان. سیما گل عزیز صحبت بخیر باشه، خیلی خوش آمدی. برام خدا سلام و درود خدمت شما و اعضای بیننده عزیز که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنه و امیدوار هستم که یک صبح پر از نشاط آغاز کرده باشه. بسیار تشکر سیما گل عزیز. قبل از اینکه بریم به طرف نقاشی ها، دوست داری مهمان باشی یا میزبان؟ هر دوش. نه کدامش زیادتر به خودت حس صمیمیت را میده؟ زیادتر میزبان. میزبان، بسیار خوب. پس ما امروز از شما میزبانی میکنیم. تشکر. سیما گل عزیز، ابتدا از خودت برام بگو، مسئله هستی، در کدام رشته درس میخوانی و بعدا در رابطه با نقاشی هایت صحبت میکنیم. من فعلا محصل هستم از هنرهای زیبا، سال اول ماست که دوره مسلکی شروع کردیم و دوره 5 ساله بخش گرافیک دیزاینر و تازه این آغاز کردیم در دنیای هنر که قبلا با مشکلاتی که داشتم نتونستم مکتب به اتمام برسانم و تا دوره ابتدایی رو خلاص کردم، دوره متوسط تر همچنان نتونستم دوره عالی را پیش ببرم و اون خاطر خواستم که امو هنری که در وجود خودم هست اینو میخوام تنها فعلا میخوام مسلکی پیش ببرم و بعد اومدم در دنیای هنر و هنر خود دریافتم و میخوام اینا مسلکی بشم. بسیار خوب سیما گل عزیز، از اولین کارت بر ما بگو. اولین کاری را که کردی در بخش رسامی نقاشی کدام کارت بود؟ چند روز را در بر گرفت؟ چقدر سخت بود که بخوای یک رسم یا یک نقاشی داشته باشی؟ خب من از خردرگی بسیار زیاد علاقه داشتم به هنر و کاری من از دوران طفولیت شروع شده بود. وقتی که من صنف اول بودم، از وقتی که من مکتب آشنا شدم، از وقتی که قلم کتابچه آشنا شدم، باید میاد که من صنف اول بودم، اولین کتابچه ما که پر شد کتابچه رسامی ما بود. و من هر هفته یا هر ماه از پدرجانم پول میخواستم که پیسه کتابچه رسامی ما بدم. بعد پدرجانم میگفت که تو به نظرم درس نمیخوانی، بجز از آدمک میکشی و کتابچه رسامی زودتر پر میشه. و او بود اولین کارهای ما در اونجا بود. بسیار خوب. اولین یعنی منظور من اولین اثر، اثرتان، اولین نقاشی و رسامی که شما کشیدین از چی بود؟ چهره بود، طبیعت بود یا در کل کدام گل بود؟ اولین نقاشی ما که بود امی که بگیم که اثر شناخته شده و چهره بوده که فعلا فروخته شده، چهره یک مرد غریبکار است که در چایخانه نشسته با غم و اندوی ولی شادیانه چای گرم نوش جان میکنه. نوش جان میکنه. خودت خصوبانه نوش جان کردی؟ بله. خب بس نوش جانت باشه. سیما گل عزیز، از نقاشی هایت بیشتر بر ما بگو، چند اثر داری تا فعلا و کدامش از زیاد خودت دوست داری؟ خب به اثر زیادی داشتم، تقریبا فعلا اثرهایی که بزرگتر دارم تقریبا از کلن اثرهایم از 50 تا بالای و اثری که خیلی دوستش داشتم و خیلی دوست دارم و او فعلا فروخته شده و واقعا وقتی که فروختم احساس پشیمانی کردم. چون مثل یک کسی باشه که از دلم دور شده باشه، بسیار احساس تنهایی کردم وقتی که او را دیگه نمیبینم. نقاشی از چی بود یا رسامی هم؟ یکی از دختر خانمایی بود که از مردم دور رقمانده افغانستان بود و بسیار با همو درد و رنج خود ولی بسیار شاد، امیدوار. وقتی که آدم طرف شما او میدید واقعا یک حس عجیبی میداشته. بسیار خوب. در کدام اوقات سیما گل عزیز شما بیشتر نقاشی میکنین یا دوست دارین که در کدام اوقات تمرکز داشته باشین بالای نقاشی هایی که شما میکشین یا رسامی هایی که میکشین؟ خب یک چی هست که دارین راز بگیم یا میخواییم رو افشا کنیم که من وقتی که زیاد عصبانی میشم یا کسی که مخالفت با ما میکنه، با اون وقت دمه حس میه که باید سر لج او یا مثلا مخالف او باید یک کار کنم و به اون وقت به من انگیزه میده، به اون وقت انگیزه های خیلی عالی بشم در ذهن میاد، به اون وقت هم تصمیم میگیرم که چی کار رو باید کنم، به اون وقت میشه که من خلاقیت در اثر خورد بیارم و به اون وقت میشه که من یک اثر
عالی تر خلق میکنم. بسیار خوب. از جناب کرزی هم اسامت کرزی شما یک رسامی داشتین، فکر کنم با قلم خودکار بلند کار کردین، دربارش میشه معلومات بدین؟ خب همه صاحب کرزی اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان بوده و ما ایرا به خاطر که ترسیم کردم که پشت سر ازیم علامت های هست، شاید بعضی کسا ندانم، و ما ایرا سبک است که رسامی به خودکار و همچنان دیزاین با گرافیکی هست. بله. هم یک دیزاین است و هم هر خطوط اینا، هر علامت اینا برای ما یک معنای خاصی داره. و ایرا میخوایم بر مردم خود بیان کنم که اولین رئیس جمهور منتخب ما بوده و بر تمام سیاستمدارا ایرا بیان میکنم که شما هر کاری که میکنین ما دو چشمه میبینیم، چی کار خوب عالی انجام بدین و ما یک خاطر خوب میمونه، چی کار منفی. و ما اینجا سه علامه داریم که زیادتر این سه علامه چی میشه قابل دید است. یکی دایره هست، یک بیضاوی و یک کم مثلث. امی بیضاوی را شاید یک کم مشخص‌تر باشه که صدای بلنگور هست. و این به ما یک مفهوم را ترسیم کردیم که اینی بلنگو اینی واقعا در دوران همه صاحب کرده امی صدای آزادی بیان بیشتر بوده. بیشتر بوده. و امی مفقتی هایش بوده. و همچنان دایره اینی آرامش بهتر بود از این دوره ها. و بعد از چندین سال جنگ بعد آرامش ها به کشور ما آمد. خیلی خوب بود. و بعد همچنان مثلث برابری هسته که واقعا تا حدی خانم ها و آقایان در حقوق و تمام مسائل ها برابری شدن و همچنان در مراعت می شد در جایی که بود. بله. بسیار خوب. یعنی هر نقاشی که شما ترسیم کردین یا نقاشی کردین، هر رسمی که با خود دارین، هر اثرتان یک مفهوم خاص برایم میکنه. بسیار خوب. در چند روز تمام کردین این رسامیتان؟ تقریبا سه هفته. سه هفته. کدام کار زیاد برتان سخت است؟ از طبیعت زیاد برتان مشکل از ظرافت کاری داره یا هم چهره؟ کدامش وقت بیشتر در بر میگیره؟ خب زیادتر دم طبیعت. طبیعت سخت است؟ بله. چون ظرافت کاری های خیلی زیاد داره. ظرافت کاری هم زیادی داره و من زیادتر کوشش میکنم کارهای خلاقیت خود انجام بدم و مو فکر و مفکر اندیشه هایی که خودم دارم او رو میخوایم زیادتر بین کنم. بسیار خوب. زیادتر چیهایی کسه و ما قدر زیادتر خلاقیت نمیبخشه. بسیار خوب. تشکر سیماگل عزیز. میخوایم آخرین اثر از سیماگل هم بر شما نشان بتم. چشم است تو در داخل چشم دو دست است. یعنی هر کدام ما باید دید کمک کردن را داشته باشیم. بله. نسبت به هم نوان خود، نسبت به کسانی که خیلی محتاج هستن، نیازمند هستن. خیلی زیبا است. یعنی زحمت هایی که سیماگل عزیز کشیدن تمامش قابل قدر است. تشکر سیماگل جان عزیز که تشریف آوردی. پیام تمی داشته باشیم. تشکر. سلامت بشین. من پیامی دارم که به تمام جوان ها که هیچ وقت از هدف خود دست نکشه، شاید مشکلات پیش بیاید که هیچ یارای حلی نداشته باشه، ولی مشکلات یک نوع زینه ها هست که یا نقطه ها هست که ما رو به قله ها میرسانه. اگر مشکلاتی نباشه ما هیچ وقت نمیرسیم به هدف خود. چون بسیار تشکر سیماگل عزیز. موفق باشی و امیدوار هستم در تمام کارهای تمیر رقم خوب و زیبا بدرخشی. سلامت باشین. از شما بیننده های عزیز هم تشکری میکنم. 4424 فراموش نکنین. پل ارتباطی شما هست با خانواده های شهدای نیروهای امنیتی، کسانی که به کمک شما نیازمند هستن. امیدوار هستم شما هم تماس بگیرین. 15 افغانی از حساب شما کم میشه، مستقیم میره به حساب خانواده های شهدای نیروهای امنیتی. برای تایید کلید یک رفشار بتین و امیدوار هستم که دو سیم کارتی که مشخص شده شما آشنایی داشته باشین و از این دو سیم کارت تماس بگیرین. تشکر از اینکه حامی نیروهای امنیتی تان هستین. برمی